بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. چون امشب شب شهادت باقر و علوم النبیین، باید روشن بشه که در بقیع چه کسانی خوابیدند و این غفلتی که برای ماست مگر به برکت ذکر این شخصیت کبرا و آیت عظما رفع بشه. صدوق هم در علل و هم در عیون این روایت رو نقل می کند از امام ششم: اذا حج احدكم فليختم بزیارتنا. بعد این حکم را معلل فرموده. فقه حدیث و درایت روایت مهمه. هر زمانی که احدی از شما حج کند، فلیختم به زیارت نام. امام اگر در جمله تأکید آورد، باید اهل دقت به اون امر مهمی که در اون جمله نهفته توجه کنند. لام تأکید، لام امر، فلیختم، لام قضیه امر، اما تفریع این امر بر حج. نتیجه این میشه او بدون این فرع مؤکد به این امر تمام نیست. ختام حج زیارت ائمه بقیعه. از اینجا باید فهمید که در بقیع چه خبره. اذا حج احدكم فليختم بزیارتنا. بعد علت با لام تأکید اینه:
به علت این که زیارت ما کمال حج بیت خداست. مدلول حدیث این میشه که حج بدون بقیع و سرسپردن در مقابل اون چهار مرقد ناقصه و ناقص هرگز به ثمر نمیرسه. اون چه مثمر متمم امره، لأن زیارتنا من کمال الحج، زیارت این چهار نفر جزء اخیر علت تامه حجیست که اصلا درک عظمت حج برای هر کسی میسر نیست. این روایت که الان نقل می کنم روایتی صحیح السند از شیخ طوسی. تا صفان و ابن ابی عمید تا منتهی می شود به معاویت ابن عمار و معاویت ابن عمار از جعفر ابن محمد، اون حضرت از آبائش تا رسول الله. حدیث علاوه بر صحت سند مشتمل بر دو شخصیت از کسانی که اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه و انهم، که یکی صفان و یکی ابن ابی عمید. روایتی که حضرت از پدرانش نقل کرده اهمیت موضوع رو بیان میکنه. مردی آمد نزد رسول خدا، گفت یا رسول الله، من آماده حج شدم و حج از من فوت شد و کسی هستم متمول صاحب اموال زیاد، آمدم بپرسم چه کنم که جبران این مافات بشود. خوب همه دقت کنید، همچه روایتی با همچه سندی با همچه مضمونی. بعد که این سؤال رو کرد، خاتم النبیین فرمود به این کوه نگاه کن. نگاه کرد به کوه ابی قبیس، فرمود اگر این کوه طلای احمر باشد و همه را فی سبیل الله انفاق کنی، به پایه یک حج نمیرسه.
این بیان رسول حاکی از مطالبیه. انفاق فی سبیل الله به قدری مهمه که متن قرآنه. کسانی که انفاق می کنن اموالشون را فی سبیل الله کمثل حبتن انبتت سبع سنابل، در هر سنبله ای با صد حبه در این حال جبل ابی قبیس طلای احمر بشه و همچه انفاقی بشه خلع حج رو پر نمی کنه. بعد که حدیث با تفصیلش تمام شد فرمود انا لکه، کجا برای تو میسره که به عمل دیگری به حج بیت برسی؟ اون وقت اون چه محیر العقوله اینه که این حج به این عظمت در حد اقتضاست، اما هر علتی تا به تمام نرسه معلول محقق شدنی نیست. هر مؤثری تا به کمال نرسه اثر پیدا شدنی نیست. جزء اخیره علت تامه ای که مختزی یعنی این حج به این عظمت را تمام میکنه و این شجره طیبه را به ثمر میرسانه، اون جزء اخیر در بقیع خوابیده. عظمت اون زمین این چنینه، عقلها اسیر چشمها نباید بشه. مردم وقتی به آستانه امامی میروند از کجا کفشها رو در میارند و میروند؟ کمال بیشرمیز در همچه سرزمینی که چهار نفر خوابیده که هر یکشون استوانه عالم کونه، چهار نفر ارکان البلاد، ابواب الایمان، امناء الرحمن، شهداء دار الفناء، شفاء دار البغاء، خزانه خزان الله، خزان خزانت الله، خزینداران خزینه های خدا، این چهار نفرن. حمله عرش علم خدا این چهار نفرن. اینه که زیارت این چهار نفر کمال حج، تمام بیته و اون خانه با اون عظمت که جعله سبحانه للاسلام علما و للعائدین حرما، فرض حجه و اوجب حقه
و کتب علیکم وفادته، باید به زیارت این چهار نفر به حد تمام و کمال برسه. کلینی در کافی، شیخ الطائفه در تهذیب، شیخ المحدثین صدوق در من لا یحضر، ابن قولوه در مزار، ارکان اربعه حدیث این حدیث رو نقل کردن، شرح حدیث انشاءالله برای وقت دیگری. فرمود به فرزندش امام حسن، اصاره این حدیث را من جمله ای رو به طور مختصر نقل می کنم. این اول شخصیتیه که اونجا خوابیده. فرمود به فرزندش، این جمله رو خوب دقت کنید، کسی که تو را زیارت کند، اصلا عبارت خاتم کمرشکنه، کسی که تو را زیارت کند کان حقا علیه، تعبیر اینه که حق است بر من. اون کسی که تمام عالم امکان، تمام پیغمبران همه زیر بار حق اویند، این جمله رو فرموده، کسی که تو را زیارت کند من گرفتار حق اویم. حسن ابن علی اینه، این اولین کسیه که اونجا قبرش زیارت میشه، اون وقت معلوم میشه چرا کمال الحج. فرمود کان حقا علیه، بر من حقه. چیست این حق؟ حق اینه که روز قیامت من خودم او را زیارت کنم. اینه بقی زوار اونجا مزور خاتم النبیینه، کسی که اونجا به زیارت بره عقل کل در محشر به زیارتش میره، بعد هم تخلیص میکنم او را. این جمله عجیبه، خلاص عبارت از اینه، فلز مخشوش رو میگذارن در خلاص، اونجا قش رو میگیرن، وقتی شد طلای ناب از خلاص در آمده، بعد که فرمود حق است بر من او را زیارت کنم، فرمود روز قیامت او رو این چنین از گناهانش پاکیزه می کنم، از خلاص درش میارم، اون وقت می فرستمش به جایی که فرستاده او روشن نیست مقامش چیه. اونجا شخصیت دومی که خوابیده صاحب زبور آل محمده. آه.
کسی است که روز قیامت خدا او را به لقب زین العابدین خطاب میکنه. اون کسی که اونجا خوابیده که امشب شب شهادت اوست، اون کسی است که خاتم انبیا در باره او جمله‌ای فرموده که خود این جمله برای اهلش بسه: اسمه اسمی و شمائله شمائلی. باقر العلوم اینه، اونجا شماها که اهل علمید، اهل معرفتید، این درس ها اثرش اینه که عرفان پیدا کنی به خدا. راه خدا فقط این 14 نفرن و از این عده نه کم می شود نه زیاد. مهم اینه، منتها کو معرفتی. ممکنه اونها که اونجا ایستادن بگویند به شما حاجی ها که اگر کفش ها رو در بیارید با حفظ و صحه منافیه. ممکنه بگن، اما جواب اونها اینه که خود اونها خواستن نور خدا را خاموش کنن، ولی خدا نخواست. نبیره امام پنجم قبرش کشف شد، همه قدرت حکومت اونجا متمرکز شد که این آفتاب را پشت ابر نگاه بداره، ولی از اونجا که خدا خواست منکشف شد و خبرش به همه جا رسید. بعد از 1000 خورده‌ای قبر نبیره امام پنجم، اون هم فرزند غیر معصوم از معصوم، وقتی قبر باز شد بوی عطر مشامها را بیچاره کرد. بدن مثل گل شکفته. اونجا همه عوامل طبیعت خنسا میشه، منتها کو معرفت. این مطلبیه که همین چند ساله اتفاق افتاده. این فقیه متبحر آیت الله بروجردی که اینجا خوابیده، این مرد در اواخر عمرش با اون سن پیری مطالعه می کرد دقیق ترین خطوط را. بعد قصه خودش رو نقل کرد، گفت چشم من به یک دردی مبتلا شد، معالجه هرچی کردم اثر نکرد، رفتم برای تشرف به عتبات. به بصره که رسیدم سوار قطار شدم، در اون جایی که من سوار بودم این زوار پیاده که قاصد زیارت سید الشهدا بودن سوار شدن، یکی از اینها خوابیده بود.
من از اون گل بین انگشت‌های پای این شخص یک کمی برداشتم، به هر دو چشم مجروحم مالیدم، به مجرد این که اون گل رو مالیدم درد برطرف شد و تا این سال محتاج به عینک نشدم. این معرفت این فقیه متبحره، اگر اونها این معرفت رو ندارن که بفهمن گل پای زوار قبر این خاندان، گل پای زوار قبرشون میشه شفای درد بی درمان، اون وقت پای برهنه به بقی بری با حفظ و صحه مخالفه. اگر معرفت مثل این فهل علم رو هم نداری، جوراب و پا کن اما کفش ها رو در بیار، اونجا میدانی چه خبره؟ اونجا جاییست که ذالک و من یعظم شعائر الله، اون قدر متیقن از شعائر الهیه اون چهار قبره، تعظیم اون چهار قبر علامت تقوای دله. اونها که پا برهنن در بقی، تقوای دلشون در عملشون مجسمه. اهل علم مردم غافل را از خواب غفلت بیدار کنن، حرمت بقی رو نگه دارن، به اون قبرهای خراب شده نگاه نکنن. باید همه پا برهنه اونجا بروند تا به کوری چشم اونها که این قبور را خواستند از میان ببرند روشن بشه که عظمت در حدیه که سر از پا در این حرم شناخته نمیشه. ای امام پنجم، ای اون که در اون قبر خرابا رمیده ای، تو همون کسی هستی که مثل عقل کل، ختم رسول، به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود سلام مرا، سلام مرا به اون کسی برسان که می شکافد علوم نبیین را. خوب دقت کنید اهل نظر، النبیین جمع محلا به اله، علوم نبیین چه خبره؟ قرآن رو بخوانید، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء کلها. این علم یک نفر، این علم یک نبیه، و علم آدم الاسماء کلها،
حالا در سینه نوح چه خبره؟ در قلب موسی بن عمران با اون آیات تس چه خبره؟ در روح عیسی بن مریم با اسم اعظم و ابراء اکمه و ابرس و احیاء موتا باز چه خبره؟ بعد در اقیانوس بی پایان قلب عقل کل چه خبره؟ مهم اینه که سنی و شیعه اعلامشون همه نقل کردن. اون کسی که همه این علوم رو می شکافد محمد ابن علی الباقره، این منصب اوست، مقام اوست. همه علوم نبیین را بعد که سلام پیغمبر رسون نگاهی کرد و فرمود ای جابر وصیتت را بکن، وصیت بکن. پرسی چه خبره؟ خواست بفهماند تو مونده بودی فقط برای این که اون سلام رو به من برسانی. بعد فرمود والله اون چه بوده و اون چه خواهد بود الى یوم القیامه علمش نزد منه. این اون کسی که در بقیع خوابیده. ابو بصیر در کوفه بود، اونجا به یک زنی قرآن یاد میداد. با اون زن مزاح کرد. روزگاری گذشت، بار سفر بس به مدینه آمد. تا وارد شد چشمش به ابی بصیر افتاد، فرمود در اون خانه در کوفه به اون زن چه گفتی؟ ابو بصیر گفت از خجالت صورتم رو پوشندم. فرمود دیگه بر نگردی؟ اون کسی که در مدینه است در خلوت کوفه بین او و اون زن یک مزاح می گذرد، از نظر او پنهان نیست. چنین کسی در بقیع خوابیده؟ خلاصه کلام، هر کسی که به اونجا رفت باید بفهمد فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی.